there was a plan to bomb the Iran. دادگاه بلژیک آنتورپ، محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، برملا شدن اسناد و مدارک جور. ارتباط مزدوران جنایتکار نعامی و سردونی با سردشخیمی به نام محسن در تهران. سردونی با محسن برای اولین بار در یک خانه امن در تهران در سال 91 و دومین بار در یک هتل در تهران ملاقات کردیم. در ملاقات دوم به مدت یک هفته با محسن صحبت کردم. اسدی در برخی گفتگوها حضور داشت. من اجازه نداشتم از اتاقم خارج شوم. در هتل و خانه امن افراد بالاتر از محسن نیز حضور داشتند. وقتی در ایمیل ها از خانواده محسن صحبت می کنم، مقصودم وزارت اطلاعات است. تصمیمات نهایی در مورد مجاهدین و کار ما و اینکه چه اطلاعاتی باید بدهم در ایران گرفته می شود. ایمیل نعامی و سعدونی به اسدی: هر دو موافق شرکت در طرح هستیم، به شرطی که محسن سورپریز خوبی بدهد که خستگی این چند سال از تن سعدونی در بیاید. اسناد و مدارک نشان می‌دهد که علاوه بر اسدالله اسدی، دیپلمات تروریستی که از سال 2015 تا 2018 مزدوران جنایتکار را اداره می‌کرده است، شمار دیگری از ماموران اطلاعات در داخل و خارج ایران در ارتباط با مزدوران تروریست بوده و در اداره آنها به اسدی کمک می‌کردند. این ماموران در ملاقات‌های حضوری با نسیمه نعامی و امیر سعدونی در تهران و اهواز آنها را نسبت به ماموریتشان توجیه می کردند. در سه ماه اول سال 97 هم یک مامور اطلاعاتی با نام مستعار نگار پیشبرد طرح جنایتکارانه را با این دو مزدور در بلژیک دنبال می کرده است. یک سردشخیم اطلاعات به نام محسن دو بار با سعدونی و نعامی در سالهای 91 و 94 در تهران ملاقات کرده و آنها را نسبت به ماموریتشان علیه سازمان مجاهدین توجیه کرده است. طبق اسناد، سعدونی در مورد این دشخیم چنین میگوید: با محسن در ایران تهران آشنا شدم. محسن همچنین برای سرویس اطلاعاتی ایران در داخل کشور کار می کند. من ارتباطاتی با محسن در ایران داشتم. فکر می کنم محسن یک نام مستعار است. من فکر می کنم او مذهبی تر از آنچه بود که نشان می داد. او ریش و جای مهر در پیشانی داشت. فکر نمی کنم او در اروپا فعال بوده باشد. چنین افراد مذهبی به اروپا فرستاده نمی شدند. البته این برداشت من است. گفتگو با محسن در مورد اطلاعات مربوط به مجاهدین و اطلاعات در مورد دفتر در بروکسل بود. او می دانست که من در آنجا هستم. من در یک هتل در سال 2015 در تهران بودم. من تمام هفته با محسن صحبت کردم. من آن زمان با دانیل هم صحبت کردم. دانیل در برخی از گفتگوها حضور داشت. من از دانیل سوال کردم که آیا می توانم
اتاقم را برای غذا خوردن در هتل ترک کنم، اما محسن اجازه نمیداد از اتاق خارج شوم. سعدونی اضافه می کند دانیل اسدالله اسدی به من گفت که محسن رئیس اوست، اما من احساس می کردم دانیال بالاتر از محسن است. من این را از صحبتهایی که داشتیم گرفتم. بنابراین من گمان می کنم دانیل در مورد موضع خودش درباره محسن دروغ گفته است. قبل از آن اولین باری که محسن را دیدم در سال 2012 بود. بار اول در یک خانه امن در تهران بود. در این ملاقات متوجه شدم که افراد بالاتر از محسن از وزارت اطلاعات در آنجا حضور دارند. در ایمیل ها من وقتی در مورد خانواده محسن صحبت می کنم، در واقع در مورد وزارت اطلاعات ایران صحبت می کنم. تصمیمات نهایی در مورد مجاهدین و در مورد کار خود ما که چه اطلاعاتی را باید بدهم، همه در تهران گرفته می شد. مطابق سند دیگری از یکی از ایمیل های مبادله شده بین نعامی سعدونی با اسدی در 25 می 2018، نعامی و سعدونی می خواهند در صورت موفقیت در عملیات تروریستی محسن قول بدهد که پاداش بزرگی به آنها خواهد داد. قسمتی از ایمیل سعدونی و نعامی به اسدی در 25 می 2018 بدین قرار است. سعید، امیر سعدونی و منشی، نسیمه نعامی در رابطه با کارت بازی در عروسی، عملیات جنایتکارانه در کهکشان خیلی فکر کردند و به این نتیجه رسیدند که کارت بازی، عملیات خیلی باید حرفه‌ای بلد باشند که بتونن مسابقه ببرند. هر دو موافق هستند، ولی در صورتی که محسن مأمور اطلاعات در ایران قول بده سورپریز خوبی بده که کلن خستگی این چند سال هم از تن سعید، امیر سعدونی، در بیاد. به دانیال بگو اگه اون هم میخواد توی مسابقه عروسی شرکت کنه، حتما تنها فرصتی که نعامی و سعدونی برای تمرین کارت بازی دارن به تعداد 8 یا 9 یا 10 تاریخ دیدار میتونند کارت از دانیال بخرند. منتظر خبر دانیال هستیم. سلام برسون.